و ما خبری از مسلمانان در چین مقامات دولتی در سراسر سر چین طی حکم جدیدی تمامی کتیبه های دعا را از سردر خانه های مردم چین حذف می کنند. در حالی که بسیاری از مسلمانان هویی مسلمانان چینی زبان دعاهایی را بالای درب منازل یا مشاغلشان نصب کرده اند که معمولا به زبان عربی نوشته شده و نمادی از هویت قومی مذهبی آنان محسوب می شود حکم اخیر مقامات چینی برای مقابله با اسلامی سازی نصب این دعاها را ممنوع ساخته است و تمامی ساکنین هویی باید این دعاها را از بالای درب منازل جمع وری کنند در همین راستا در 29 جوان تمامی دعاها از خانه های ساکنان روستایی در شهر زینل در ایالت هبی برداشته شد بدون اینکه به ساکنان هشدار قبلی داده شود یکی از ساکنان روستا توضیح داد مقامات گفتند که به دلیل مشکلات اویغوری در سینکیانگ باید تمام متون عربی در سراسر سر کشور حذف شود آنها میخواهند ما فقط از حزب کمونیست پیروی کنیم و هدف آنان از بین بردن اسلام است در همان ماه دعاهای بالای درهای خانه های یوکون شهری که توسط شهرستان زینتایی در ایالت شاندونگ اداره می شود ساکنان هوی معتقدند که این اقدام حکومت چین بخشی از سرکوب حزب کمونیست چین علیه اسلام است یکی از ساکنان گفت دولت ما را از داشتن یادگاری هایی به زبان عربی من می کند به عقیده آنها فقط باید از زبان چینی استفاده شود همانند افرادی که در سینکیانگ از تحصیل زبان آیغوری من شدند حکومت می خواهد به این طریق ما را کنترل کند